فاجعه کرونا در ایران آمار جانگوداز قربانیان در 480 شهر از 210100 نفر بیشتر است معاون وزیر بهداشت رژیم از ممنوعیت سفر به 18 شهر نارنجی در شمال کشور خبر داد و گفت محدودیت های مشابهی به 124 شهر در وضعیت زرد اعمال می شود روحانی از تابستان واکسن داخلی امیدواریم وارد بازار شود و مردم بتوانند استفاده کنند. نمکی هرگز قبل از میانه های بهار سال آتی ما واکسن تولید داخل نخواهیم داشت. عضو مجلس ارتجاع امکان تبدیل شدن واکسن به یک بحران و مخاطره امنیتی دور از انتظار نیست. زالی اورژانس های بیمارستان های تخصصی در حال شلوغتر شدن هستند ممکن است در شرف خیز جدیدی در تهران باشیم دانشکده پزشکی آبادان موارد ابتلا در جنوب غرب خوزستان در 24 ساعت گذشته دو برابر شده است اگر نتوانیم این آتش های کوچک را خاموش کنیم باید منتظر پیک سخت در اواخر زمستان باشیم دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی مجموع جانباختگان استان به 3,517 نفر رسید، 384 تن بستری و 124 نفر در آی سی یو هستند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز شنبه 14 بهمن 1399 اعلام کرد، آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 480 شهر از 210,100 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 7743 نفر در البرز به 5368 نفر در اردبیل به 2607 نفر در اصفهان به 13375 نفر در تهران به 50706 نفر در چهارمحال و بختیاری به 1685 نفر

به 7501 نفر، در مازندران به 8632 نفر، در همدان به 4968 نفر و در یزد به 3862 نفر رسید است. آخوند روحانی روز سهشنبه گفت به محض اینکه واکسیناسیون در ایران آغاز شود ما حتما شرایط بهتری خواهیم داشت چه واکسن خارجی که میلیون ها دوز واکسن خارجی وارد خواهد شد و بعد هم از تابستان امیدواریم واکسن داخلی وارد بازار شود و مردم بتوانند استفاده کنند روز دوشنبه نمکی گفته بود حتی اگر خیلی خوب عمل کنیم هرگز قبل از میانه های بهار سال آتی ما واکسن تولید داخل نخواهیم داشت. از عضو کمیسیون اصل نود مجلس ارتجا در گزارش این کمیسیون در مورد واکسن کرونا با اشاره به موجی که در اصحان عمومی کشور به منظور تحت فشار قرار دادن نظام برای خرید واکسن های آمریکایی ایجاد نمودند گفت در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مسئولین وزارت بهداشت امکان تبدیل شدن واردات و توزیع واکسن کرونا به یک بحران و مخاطره امنیت ملی دور از انتظار نیست. فرهادی معاون وزیر بهداشت رژیم گفت مسافرت به هجده شهر نارنجی در شمال کشور شامل آمل، بابل بابول سر، بهشهر، تونکابون، جویبار، چالوس، رامسر، ساری، فریدون کنار، قائم شهر، محمود آباد، نکا، نور و نوشهر در مازندران و سومه سرا، رودسر و لاهیجان در گیلان همچنان ممنوع است. 124 شهرستان نیز در وضعیت زرد هستند. در مورد شهرهای زرد نیز بر اساس جدید ستاد کرونا محدودیت های تردد مثل شهرهای نارنجی در این شهرها هم اعمال می شود. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت اورژانس های تنفسی بیمارستان های تخصصی به تدریج در حال شلوغتر شدن هستند و در بخش مراجعات سرپایی نیز عدد 6200 نفر را شاهد بودیم. با در نظر گرفتن این الگو و تداوم آن در روزهای آتی می توانیم بگوییم ممکن است در شرف خیز جدیدی در استان تهران باشیم. در خوزستان رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت روند ابتلا به کووید 19 در شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. علاوه بر آبادان، اهواز امیدیه و مسجد سلیمان به وضعیت زرد برگشتند و یفزود اگر نتوانیم این آتش های کوچک را خاموش کنیم به سمت آتش بزرگ خواهیم رفت و باید منتظر پیک سخت در اواخر زمستان باشیم. در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت بیماران بستری به 384 تن رسید که 124 نفر در آی و از این تعداد 22 نفر با ونتیلاتور قادر به تنفس هستند. مجموع جان باختگان به 3517 نفر رسیده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 14 بهمن 1399